با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و نازنین و گرامی و ارجمند، داریا هستم. برنامه امشب در خصوص بانوی قلب‌ها، رهبر انقلاب، بزرگ آزادی خواهان، کسی که تمام زندگیش رو وقف دختران معصوم ایرانی کرده، کسی که تمام زندگیش رو وقف جوانان داخل کشور کرده، سرکار بانو مسیح علی نژاد، قهرمان تحمیلی به ملت ایران خواهد بود. الان دوباره یک سری خواهند ریخت: ای وای تفرقه نیندازید، اتحادمون خراب شد، اتحادمون به هم خورد، گذشتیم. البته ما در طی این انقلاب همین صحبت ها رو کردیم، ولی از اونجایی که صدای ایران اینترنشنال و پروموت کنندگان این موجودات بلندتره، صدای ما کمتر به گوش میرسه، طبیعی هم است. ولی مقاومت کردیم، این مسائل رو گفتیم و باز هم خواهیم گفت و تا زنده هم هستیم در این مسیر مقدس روشنگری پیش خواهیم. خانم مسیح علی نژاد، یک دختری که از یکی از روستاهای ایران رفت به تهران، این طوری با این لحن گفتم فکر نکنید، بنده خودم زاده مرندم، بچه شهرستان، اما از نظر پتانسیل مالی این رو گفتم. رفت تهران و صیغه آقای فلان نماینده مجلس شد و این کارو کرد، اون کارو کرد. بعد یه مدتی هم صادر شد به خارج کشور برای یک همچین روزهایی. ببینید، این برنامه دو بخش داره. در بخش اول مسائل مالی درباره این خانم مطرح میشه. فاند نجومی میلیون دلاری که این خانم گرفته تحت عنوان Human Rights، و در بخش دوم یک تحلیل بسیار مهم از ضربه‌ای که مسیح علی نژاد و مسیح علی نژادها به انقلاب ملی ایران وارد کردند، در خصوص اون صحبت میشه در بخش دوم. بخش اول از کانال یوتیوب جناب تنگستانی هست. من براتون در این گوشه تصویر یه بخش کوتاهی 8 دقیقه‌اش رو گزیده کردم، با همدیگه میشنویم بعد بریم سراغ ادامه برنامه. کانال یوتیوب ایشون هم زیر همین فایل نوشته میشه، اگر دوستان مایلن تشریف ببرن و در اونجا حضورشون بشنویم با هم صحبت ها رو. صبور باشید، صبور باشید، برنامه مهمی در پیش است. برمیگردم به مسئله فاند. قضیه یه فاند اینطوری بوده که در سال 2019، فوریه 2019، مسیح علی نژاد تحت با ایمیلی از دو نفر از رده های بالای مؤسسه NED تقاضای فاند، راهنمایی برای جذب سرمایه و راهنمایی برای پروژه های تازه خودش ایمیل رو میفرسته و اونها هم جالبه ظرف نیم ساعت جواب میدن که ما آماده ایم، چقدر خوشحالیم که تو با ما تماس گرفتی، بیا صحبت کن. بعد خیلی سریع جواب میدن که آره بیا صحبت کنیم و این هم کامبیز رو وارد قضیه میکنه، میگه من از چیزای قرارداد مرادا سرم نمیشه، کامبیز. و بعد با هم دیگه میرن، شواهد نشون میده که باز ایمیل های رد و بدل میشه، قرار گذاشته میشه برای مارچ 2019 و دیگه ایمیلی نیست منتشر شده. اما می 2019 فردی از داخل کانادا که با همین گروه فعالیت، یعنی با مسیح و کامبیز هم دوسته، ایمیلی به کامبیز میده که کامبیز جان، این مدارکی هستش که NED برای گرانت لازم داره، این هم فرم گرانت هست که باید پر بشه، من تا اونجایی که میتونستم پرش کردم، اما به این که کدوم فعالیت ها دقیقا احتیاج به بودجه داره وارد نشدم، بهتره که این رو با یه سری کارشناس ها صحبت بکنیم چون خیلی مهمه. منظورت از کامبیز فروهر همسر خانم علی نژاد هستن؟ بله بله بله.
یه نکته ایران بگم، NED یکی از بدنامترین بنیادهای گلوبالیستی است. برید در موردش خودتون سرچ کنید. یکی از بدنامترین، یعنی دست بنیاد سوروس رو از پشت بسته. برید خودتون در این مورد سرچ کنید، الان فرصتمون نیست. بعد خلاصه من وقتی که رفتم توی خود سایت NED و رفتم تو قسمت apply for grant، دیدم اون فرم دقیقا identical با این فرم هست. چیزی که اتفاق میفته اینه که یک پروژه درست ایجاد میشه توسط علی نژاد و تیمی که احتمال خیلی زیاد از فاند NED این تیم جمع شده به نام ما شرفندان دیجیتال که خیلی ها با این آشنا هستن. این پروژه همونطور که همه میدونن به جایی نمیرسه و فقط یه چند تا توییت ازش منتشر میشه، چند تا پست منتشر میشه و جالب اینجاست که در این پروژه چه کسانی وارد میشن؟ فریدم هاوس، خانم گلشیفته فراهانی، زهرا امیر ابراهیمی و نازنین بنیادی، اینا همه هستن توی توییت. چیزی نیستش که مخفی باشه توی توییت های این کمپین به قول معروف هستن. و این تموم میشه، یه موجیه که میاد و میره و تموم میشه. من وقتی که رفتم وارد رکورد های NED شدم برای اینکه ببینم چه ارگانیزیشن هایی رو کمک مالی کرده، اونجا متوجه شدم که وقتی که از سال 2019 ریپورتشون رو میبینید در مورد ایران به یک پروژه بیشتر کمک نکرده در بالای $1,000,000 و بازپسگیری اینترنت هست و کمک به اینترنت آزاد برای ایرانیان. وقتی که شما شهروندان دیجیتال رو نگاه میکنید، اول قرار بوده اسمش بازپسگیری اینترنت باشه که عوض میشه به شهروندان دیجیتال. دوستان بالای $1,000,000 فاند گرفتن حضرات، مسیح علی نژاد و گلشیفته فراهانی و نازنین بنیادی و اینا، بابت 4 تا توییت که مثلا توییت بزنن شهروندان دیجیتال. بالای $1,000,000. حالا گوش کنید، جالبه. بعد میشه به شهروندان دیجیتال و این $1,000,000 که داده شده به یک مؤسسه که فقط نوشته شده Human Rights و $1,000,000 هزینه شده، جالب اینجاست که نشون میده که بلافاصله بعد از اینکه این فاند تزریق میشه اتفاقایی میفته، مثل اینکه لشکریانی پیدا میشن در سوشال میدیا که همون لشکریان کسایی هستن که به صورت متعصبانه از علی نژاد دفاع میکنن، فالوورهای علی نژاد به شدت بالا میره و میبینیم که چجوری هر جایی که اسمی از علی نژاد و انتقاد میاد چجوری حمله میشه. و مطمئنن اونطور که دوستانی که کارشناس آیتی هستن به من گفتن، برای یک همچین ارتشی پول بسیار زیادی لازمه. الان چند تاتون ریختین این پایین؟ چند تاتون که از این فاند پول گرفتید میخواید این پایین کامنت بذارید نوچگان علی نژاد بذارید؟ فکر کردید برای من مهمه؟ هنوز نفهمیدید برای من مهم نیست؟ هنوز نفهمیدید من رو نشناختید؟ بذارید همینطور کامنت بذارید، بدوید. وای اتحادمون خراب شد، وای تفرقه نیندازید موجودات فاسد مفت. خب من اسامی کسانی رو که با این پروژه با علی نژاد فعالیت میکنن دارم که اینجا نمیگم، بهش اشاره نمیکنم، اما دارم و منتشر خواهم کرد در توییتر. مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که ارتباط NED و علی نژاد از طریق بنیاد برومند هم قابل لینک هست. یعنی NED کمک های بسیار زیادی و بسیار هم با، یعنی بدون اینکه من بخوام بگم چیز مخفی نیستش، توی دیتابیسش هست که از سال 2005 هر سال به بنیاد برومند کمک مالی کرده برای پروژه هایی که اگر بخونید متوجه میشید که واقعا وجود خارجی ندارن. فهمیدید دوستان؟ اصلا این پروژه ها وجود خارجی ندارن، پول گرفتن $2,000,000، بنیاد برومند الان بحثشه و وجود خارجی ندارن. گوش کنیم، یعنی پولیه که داده شده و نتیجه‌ای که
ریپورت نشده، اعلام نشده. ببینید، شما اگه به مبلغی که اینها دریافت کردن و کاری که ارائه دادن نگاه بکنید، از نظر من به عنوان یک شهروند نگران، من مچ نمیبینم این رو. خب شما میبینی که این نفر 300 هزار دلار گرفته و این بانک رو درست کرده، دستش درد نکنه، عالی. اما دو میلیون دلار برای یه همچین دیتابیسی که شما میگید یک مقدار زیاده. و بعدم این که چرا هر سال این تمدید میشه؟ دوستان دقت کردید میدونید داستان چیه؟ بنیاد برومند اومده یک دیتابیس رو انداخته، یک بانک اطلاعاتی رو انداخته، مثلا درباره تاریخچه برخی از کشته شدگان ایران، که البته اون باند اطلاع، اون باند بانک، میگم باند، اون بانک اطلاعاتیش هم پر از اشتباهه. یعنی من دیدم حتی در خصوص برخی از افرادی که میشناختم کاملا چرت و پرت مزخرف، یه بانک اطلاعاتی تشکیل داده 2 میلیون دلار بابتش بودجه گرفته. یعنی چی؟ یعنی برای هیچ. و چرا این دیدار مکرون هم انجام میشه با بنیاد برومندی که قضیهش چیز دیگه ایه و داره از بی‌عدالتی‌ها و اعدام‌ها داره در واقع رعوبا تحقیق میکنه، ارتباط بنیاد برومند با علی نژاد چی میتونه باشه؟ و شما وقتی NED رو نگاه میکنی و پولهایی که داده، میبینید به کردها چقدر کمک میکنه، به کردهای عراق چقدر، به بنیاد. و این میدونید این چیزیه که دوستان اگه فقط کافیه وارد این اسمش چیه، دیتابیس پولهای پرداختی بشن، انقدر زیبا میتونن اینا رو به هم وصل بکنن که چقدر پول، چقدر، چه مبلغ بزرگی داده شده برای کارهایی که انجام شده، به راحتی میتونن متوجه بشن که بسیار بسیار حاشیه درش هست که میشه بهش وارد شد. مقدار فعالیتی که تیم علی نژاد داخل توییتر و سایر سوشال میدیا دارن انجام میدن به هیچ عنوان داوطلبانه نمیتونه انجام بشه و حتما پروژه‌ای هستش که سرمایه بسیار بسیار بزرگ و مداومی پشتش هست که نمیشه، یعنی انکارپذیر نیست. اون که شوخیه، اگر که کسی برگرده بگه که من دارم رایگان کار میکنم، اینو این شوخیه. هم من میدونم، هم خیلی از بچهای روزنامه نگار میدونن که تیمی که برای خانم علی نژاد دارن کار میکنن، دارن حقوق میگیرن. تیم کمی هم، تیم کوچیکی هم نیست. این به هر حال چیزی دیگه میخوای اضافه کنی یا برنامه رو تموم کنی؟ آره اینا میخوام اضافه کنم که متاسفانه توجیهشون اینه که کسانی که با ما مخالفند سایبری های رژیمن و با همین ترفند این اجازه رو به خودشون میدن که با آزادی بیان مبارزه بکنن. انگ سایبری زدن، انگ سپاهی زدن و انگ جاسوس جمهوری اسلامی زدن برای اینها یک وسیله است که منو خشمگین میکنه، چون من که اینجا جلوی شما وایستادم هرگز تو زندگیم هیچ ارتباطی با یک سپاهی یا بغیر از معلم ها و یه مدرسه و ناظم و مدیر که فکر میکنم بعضیشون سپاهی بودن، هیچ ارتباط دیگه‌ای با این رژیم از نظر مراودات بیزینسی یا هر چیزی نداشتم. و روی من اگر اسم سایبری بذاره و من رو بخواد خاموش بکنه، من با این مسئله به شدت مبارزه خواهم کرد. اون پول داره میخواد به من بگه سایبری، ولی من هم شعور دارم، تحصیلات دارم و یه ایران دارم که عاشقشم و به خاطرش میجنگم با این مسئله. درود بهتون بانوی عزیز. من توییتر این بانوی عزیزی که صحبت میکردن در کانال یوتیوب جناب تنگستانی رو هم براتون میذارم. خود این برنامه یه بخشی بود، یه گزیده هایی بود از برنامه کانال یوتیوب جناب تنگستانی. اما ببینید عزیزان، داستان خیلی ساده است. به نام ملت ایران، به نام دفاع از عزیزانی که در ایران در حال انقلاب هستن، در زندان هستن، کشته شدن، به نام این عزیزان، بساط کاسبی وحشتناک میلیون دلاری به پا کردند. کسی هم بهشون حرفی بزنه، دو گروه میریزن میگن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، تو مزدور هستی، تو نمیدونم فلانی. دهان رو میخوان ببندن. این دو گروه کیان؟ یک گروه که لشکری هستن که از اینا حقوق میگیرند،
ببخشید دیگه چندین میلیون دلار بدم، مثلا یه 100 دلارم پرت میکنه جلوی یه نفر، میگه بیاد برای من کار بکن دیگه. همین که دیدی دو تا نگهبان، اما نمیخواستم واژه دیگه ای به کار ببرم، دو تا موجود نگهبان هم داره دو طرفش همیشه دیگه علی نجات فکر کنی، اونا مثلا میرن کمپین شرمساری را میندازن. این چیزا شرمی نداره، این چیزا شرمی نداره. نه کمپین شرمساری مال از ما بهترون نیست. اونا فکر کرد مثلا امثال اونا دارن حقوق میگیرن، یه گروه دیگه هم یه مش ابله. من اینجا خیلی واضح و روشن و محکم حرفامو میزنم، برای اینکه کسی اگر جزء این افراد حقوق بگیر نیست و هنوز نفهمیده که بساط خونفروشی به پاست، اونم با قیمتهای بسیار بالا، باید بهش بگی که تو ابلهی که شاید به خودش بیاد. حالا این رو شنیدیم، عزیز دلمون وحید بهمن گرامی توییتی زد، آخ 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 خانم علی نژاد الان دوره 57 نیست. وحید بهمن یک توییتی زد، موضوع جالب شد، علی نژاد فقط در یک مورد حدود 1,400,000 دلار از بنیاد خصوصی بدنامه، به این بنیاد خصوصی بدنام یعنی اندیشکده گلوبالیستی، مثلا بنیاد راکفلر هم بنیاد خصوصیه، بنیاد جورج سوروس هم بنیاد خصوصیه، بنیاد کارنگی هم بنیاد خصوصیه، خب این بنیاد NED که اتفاقا از حامیان اصلی نایاک هم هست، همین بنیادی که 1,400,000 دلار به مسیح نجات پول داده. کمپین ایجاد شرمساریتون چی شد آقایونه؟ دو تا نگهبان مسیح علی نژاد. من واقعا ممکنه در طی انقلاب سکته کنم، اینو جدی دارم میگم. که اتفاقا از حامیان اصلی نایاک هم است، همین بنیاد که 1,400,000 دلار به مسیح علی نژاد داد. منتها چون ببین هموطن، بنیاد NED 1,400,000 دلار پول داده به مسیح علی نژاد، مسیح علی نژاد هم استخون پرت کرده جلوی پای نگهبانش، بعد اونها نمیرند در خصوص این مسائل مالی که همون بنیادی که به نایاک هم پول داده در واقع داره پول همینا رو هم میده، در مورد اون کمپین شرمساری نمیذارند. 400,000 دلار از بنیاد خصوصی بدنام NED که اتفاقا از حامیان اصلی نایاکم هست پول گرفته برای پروژه‌ای به نام استراتژی آزادی در ایران، همون کمپین شهروندان دیجیتال. برید سرچ کنید ببین مثلا 5 تا توییت هست در مورد کمپین شهروندان دیجیتال. 1,400,000 دلار مثال گفتم، 5 تا توییت های مقدار 1,400,000 دلار پول گرفتن بابت این قضیه، پولهایی که صرف توله ها و کفدارهای مجازی اش میکند. وحید بهمن نوشته درود بر شرفت، تا به وقتش آنها را به جان دیگران بیاندازد. حالا بهتر میتوان پشت پرده بسته شدن ده ها حساب کاربری وطنخواه و ملیگرا در توییتر را فهمید. اسنادش رو هم میبینید در توییتر وحید بهمن هم این اسناد هست. خب 1,400,000 دلار نوش جونت خانم علی نژاد، خیلی این مسئله بی اهمیتیه در مقابل بقیه فانت های شما. یک زمانی وقتی بحث برنارد لوی مطرح شد، من یه سندی ارائه دادم از 680,000 دلار حقوق شما. ما چقدر ساده بودیم، ما چقدر اون موقع ساده بودیم. این چیزی که میبینید نشون دهنده این است که این خانوم یک ملکی رو گرفتند به نام خودشون که این دومین دفتری است که از سال 2018 تا کنون به نام ایشون ثبت شده و دوستان که ارزش گذاری کردن 5,000,000 دلار ارزش داره این دومین دفتر ایشون. خانم علی نژاد، شما از یک روستایی رفتی الان رسیدی به آمریکا، تخصص شما چی بود؟ این رو باز باید تکرار کنم، وقتی میگم از فلان روستا رفتی یعنی امکانات مالی خاصی نداشتی وقتی خارج شدی، تخصص شما چی بود؟ چطور بچه های ایران با مدارک
فوق تخصص، همه اینو همه کسانی که الان خارج از ایرانن میتونن تایید کنن، همه برای گذران عادی زندگی چند سال اول حداقل حتی کارهایی رو کردن که در شأنشون نبوده به عنوان افرادی با تخصص و مدارک تحصیلی بالا. شما چی بودید؟ یه جوجه خبرنگار بود، خبرنگارک بودی دیگه. میلیون ها میلیون دلار از کجا اومد؟ خانم علی‌نژاد شما مهره‌ای، شما مهره‌ای. و حالا در بخش دوم برنامه خواهیم دید که این مهره ها چه ضربه‌ای به انقلاب ملی ایران زدند، هرچند انقلاب ایران، انقلاب ملی هموطنان به دست شریفترین مردم تاریخ این سرزمین به پیروزی خواهد رسید، به کوری چشم شماها که نخواستید انقلاب پیروز بشه، چون اومدید انحراف ایجاد کردید. ببینید دوستان، خیلی موقع ها میشنویم که مثلا من، میدونید یه چیزی که خیلی آدم رو هرس میده میدونید چیه؟ خیلی موقع ها میشنویم که مثلا اومدن و در مثلا کامنت های اینستاگرام نوشتن ببینید چقدر مسیح علی‌نژاد فعاله، ببینید چقدر اینا فعالن، ببینید وای قربونش برم صداشو میشنوم یاده نمیدونم فلان ب... و به ما میگن شما برید از اینا یکم یاد بگیرید. ما چی رو یاد بگیریم؟ ما طرفداران مشروطه پادشاهی سرمون بالاست و میتونیم اعلام کنیم که خودمون رو نفروختیم. این گناه، بفرمایید دیگه، شما هر چی میخواید بگید. من نمیدونستم در زندگیم روزی رو خواهم دید که بابت اینکه خودم رو نفروختم، بابت اینکه خیلی مسائل رو رعایت کردم، طعنه میشنوم. ما در وضعیتی زندگی میکنیم که هر چقدر که پستر و خودفروشتر و خون فروشتر باشه، جایگاهش میاد بالاتر. میفرمایند که مثلا ببینید چه سازماندهی دارند اینها. عزیزان من، آیا حزب گردن کلفت مقابل مثلا نیروهای مشروطه پادشاهی میبینید؟ نه خیر، چند تا مهره رو میبینید، چند تا مهره که این چند تا مهره خودشون رو فروختن و رسانه های جریان اصلی مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی پشتشونه، میلیون ها میلیون دلار پشتشونه، لشکر میخرند، آدم میخرند، همه کارش در بهشت سیاسی رو برای خودشون با خودفروشی و خونفروشی و وطنفروشی و خیانت باز میکنن دیگه. شما به من بگید این کار اگر اسمش خیانت و وطنفروشی و خونفروشی نیست چیست که میلیون ها دلار افرادی پول بگیرن بابت 4 تا توییت، 5 تا پست، نمیدونم وای قربونت برم وای فلان، بعدم بیان این گند رو بزنن تو انقلاب ملی ایران و جلوی ملت ایران وایستن و جلوی هموطنانی که به عشق ایران، به عشق ملی گرای ایرانی در داخل و خارج کشور با کمترین امکانات مثل مرد و زن حقیقی ایستادن، جلوی اینا وایستن. خیلی برخی و پخمن، خیلی برخی و پخمن، خیلی برخی و پخمن. نمیدونم من با این وضع پخمگی چه باید کرد. ما با یک فساد سیستماتیک روبرو هستیم. حالا هر چی دلتون میخواد برید بگید، حالا هر چی دلتون، اصلا من مزدورم. تو چی که به من میگی مزدور؟ تو عقل داری، فهم داری، درک داری، نمیبینی پروژه رو؟ برخی ها میگن که خب عزیزم مثلا حقش پول گرفته. بعضی موقع واقعا فکر میکنم چرا وارد فضای سیاسی ایران شدم. گناه ماها، هواداران مشروع پادشاهی، تمام افراد سرشناس این جنبش هم که من میشناسم آدم های سالم و پاکی هن، خودشون رو نفروختن. کسان بزرگ عالی جنابانی که بنده میشناسم، گناه ماها این بود که خودمون رو نفروختیم.
البته افتخار میکنم. یک روز داشتم فکر میکردم که دنیای جالبی شده. کسی در جایگاه و مدرک و تخصص ایشون اگر میومد خارج باید میرفت مکدونالد. 2 ساعت تو مکدونالد روزی 20 ساعت کار میکرد، بعد شاید مثلا یه آپارتمان 10 متری میتونست اجاره کنه در نیویورک. به مرور زمانم در طی 20 سال بتونه یه خونه مثلا 60 متری مثال در نیویورک بخره. قبل از اینکه بخش دوم رو ببینیم، خوب به حرفای من گوش کنید. خوب به حرفای من گوش کنید. بازگشت ناسیونالیست ها به ایران و شکوه مجدد ایران به نفع گلوبالیسم جهانی، به نفع قدرت‌های جهانی و به نفع برخی از کشورها در منطقه نیست. عزیزان دل، در ابتدای این انقلاب اومدن با حذف شاهزاده رضا پهلوی و با حذف تمام ملی‌گرایان از کل پروسه انقلاب در رسانه‌ها و جای دیگه، که البته این بخش دوم هنوز هم ادامه دارد، جریان ملی رو که از سال 95 آغاز شده بود از جلوی پاسارگاد و البته ریشاش به کل این 40 سال میرسه، این رو بزنن نابود کنن. چنان مقاومتی کردن ملی گرایان در داخل و خارج کشور که دیدند نمیتونن این رو نابود کنن، چون اول هدفشون این بود که این رو نابود کنند و یک جمهوری دوم 57 نوکر خودشون رو روی کار بیارن. وقتی دیدند هیچ کدوم اینها نمی شود، اومدند و با بالا کشوندن مهره های خودشون انقلاب ایران رو کلن جلوش رو بگیرن و نابود کنند. هر آدمی می دونه مردم ایران برای مسیح علی نژاد و برای حامد اسماعیلیون و برای عبدالله مهتدی نمیرن جلو گلوله وایسن. سرد کردند انقلابی رو که بخش اصلی بدنش در داخل و خارج کشور در بین نیروهای فعال و اکتیو ملی‌گرایان بودند و هستند. من از شما میپرسم، آیا این تحلیل منه که کریم سجادپور که نشست جورج تاون رو به پا کرد عضو بنیاد کارنگی است، و باز تاکید میکنم آیا این تحلیل منه که همون بنیاد کارنگی یا کارنگی که اون نشست جورشان رو به پا کرد و اینها رو کشوند آورد چسبون به شاهزاده، همون بنیاد واشنگتن فری بیکن خبرگزاریش خبر میده که همون بنیاد در کنار بنیاد راکفلر، در کنار نایاک، در کنار بنیاد سوروس و بنیادهای دیگه در ساختمان راکفلر در نیویورک نشستن فکر کنن برای احیای برجام. شما به من بگید چطوری میشه این رو تحلیل کرد؟ من تحلیل ندارم در این مورد. یعنی گروهی که در نشست جورج تاون رو انداخت، همون گروه به دنبال احیای برجامه. آیا این خواستار رژیم چنجه یا خواستار نابود کردن انقلاب ملی؟ برای اینکه میدونن در نتیجه انقلاب ملی ناسیونالیست ها به قدرت میرسن. و عرضم به حضور شما که ببینید دوستان، من یک نظرسنجی هم در کانالم کردم، در کانال تلگرامم، تا این لحظه 1000 و خورده‌ای نفر از دوستان رأی دادند. پرسیدم با توجه به مشخص شدن اسناد بلعیدن فانتا توسط علی نژاد از دید شما سقوط جمهوری اسلامی به نفع اوست؟ 7% گفتند بله او خواهان سقوط نظام است. 93% گفتند خیر، اگر نظام سقوط کند درآمد میلیون دلاریش قطع می شود. آدم های آگاهی داریم، برای اینکه می فهمند این بساط کاسبی که امثال علی نژاد را انداخته، اینها در فردای ایران براش به وجود نخواهد اومد، چون بالاخره فردای جمهوری اسلامی یک حکومتی خواهد اومد که حکومت شفافی است، حکومتی است که در اون نمیشه بخور 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 بچاپ بچاپ را انداخت دیگه.
این خانم هم نهایت پایگاه اجتماعیش رأی داشته باشه، میتونه از یک بخشی از مازندران بره در مجلس. هیچ چیز بالاتر از این نداره این خانم. مگه دیوونه است که میلیون میلیون دلار زندگی در نیویورک و این درآمدهای نجومی رو رها کنه بره مثلا بشه نماینده مجلس مثلا منطقه از مازندران؟ تحلیل جناب محمد رضا یزدانپناه رو با دقت یک بار دیگه گوش کنید دوستان. یک بار دیگه این قسمت از برنامه رو که من قبلا ضبط و پخش کردم رو با هم گوش کنید. برام مهم نیست که چه چیزهایی نثارم میکنند. من حرفایی رو که باید میزدم زدم. هموطنان آگاه قضاوت خواهد کرد. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان جاوید شاه. خبرهای خوبی در راه، خبرهای بسیار خوبی در راه که در برنامه‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. با دقت این تحلیل رو یک بار دیگه با هم گوش کنیم. پاینده باشید. بدون یک نکاتی رو به شکل هم تاریخی عرض کنم که واقعا فکر میکنم بسیار اهمیت داره و لازم هست که گفته بشه. خب مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی از فردای جمهوری اسلامی بالاخره آغاز شد دیگه. یعنی در تمام این سالها، در تمام این سالهای نکبت، یک عده بودند که با تن نمی دادن به وضعیت، با جمهوری اسلامی مبارزه می کردن. در قالب ها و شکل های مختلفی هم بود دیگه. بالاخره بعضی ها بودن، کسانی بودن، خب جریان پادشاهی که اصلا خصم اصلی جمهوری اسلامی بود از همون لحظه و روز اول. بعدن خب جدا شدگان از انقلاب، چپ ها، مجاهدین خلق، فدایی ها، تودهی ها که نه تا همین الان هم کاسلیس جمهوری اسلامی هست و همینطور فدایان اکثریتی. منتخب بالاخره جریان های مختلفی جدا شدند از جمهوری اسلامی به مرور زمان، مبارزاتی شکل گرفت و در این میان یک جنبش هایی هم در داخل ایران شکل گرفت. سال 76، سال 88 و حالا این دوتا اگه میشه گفت جنبش هستی و عرض سال 78 هم جنبش دانشجویی رو میشه شکل که در اشکال و ماهیت‌های مختلف بالاخره و با تفاسیر و تعابیر متفاوت در راه مبارزه با جمهوری اسلامی بودن یا علیه جمهوری اسلامی بودن، حداقل در بخش بدنه اجتماعی شد. خب در این جریان ادامه داشت تا سال 88 که ما دیگه در ایران شرایط همه جوره متفاوت شده بود. دنیا دیگه دنیای اینترنت و ماهواره شده بود، شبکه های اجتماعی وارد فضای سیاسی گفتمانی اجتماعی ایران شده بودند. یک سری تلویزیون های ماهواره‌ای جدید و تأسیس بودند، تأسیس شدند جدیدن، مثلا تلویزیون من و تو و مجموعه این عوامل و همینطور اتفاقاتی که برای جنبش، یعنی سرکوبی که برای جنبش سبز رخ داد که اون اصلاح بسیاری از اصلاح طلبان رو از اصلاح جمهوری اسلامی ناامید کرد، مجموعه این شرایط، تغییر فضای گفتمانی، دنیای جدید شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، ماهواره و کانال‌های تلگرام، همه اینها برایندش در نهایت رسید به آبان 95، جایی که در پاسارگاد چندین و چند هزار نفر از میهن پرستان جمع شدن اونجا برای اولین بار بعد از نکبت خمینی و جمهوری اسلامی در پاسارگاد در قلب ایران فریاد جاوید شاه سر دادن، فریاد پاینده ایران سر دادن، به شکل دست جمعی پرچم ملی شیر و خورشید نشان ایران رو برافراشتن. متعاقب اون ما دی 96 رو داشتیم، اون قیام و خیزش ملی پرشکوه رو و شهدا و جانباختگان عزیز و گرانقدرش رو. خب آغاز این جنبش یا قیام دی 96 نمادین ترین شکل ممکن رو داشت. در جلوی مسجد گوهرشاد، جایی که
از مسجد گوهرشاد مشهد، جایی که واقعا یکی از مؤلفه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی در تمام این سالها بوده، مردم جمع شدن و شعار رضا شاه روحت شاد رو سر دادن. دی رو گذروندیم، نارامی ها قیام هایی در تابستان 97 داشتیم و بعد به آبان سرخ 98 رسیدیم. دوباره یک خیزش ملی با شعارهای پادشاهی خواهانه، با شعارهای میهن پرستانه، که برای اولین بار جمهوری اسلامی خودش رو بعد از، حالا به نوعی بعد از جمهوری اسلامی، بعد از روی کار آمدن خودش یا بعد از سال 88، حالا با تفاصیل مختلف که صدها هزار نفر در تهران به خیابان ها آمده بودن، این بار در صدها شهر و شهرستان ایران مردم به خیابان آمدن با شعارهای ملی و میهنی، با شعارهای پادشاهی خواهانه، خواست سقوط و اسقاط و براندازی جمهوری اسلامی را فریاد زدن. محمد رضا باهنر از نزدیکترین افراد به خامنه‌ای مدتی بعد از آبان سرخ در یک مصاحبه‌ای که در داخل ایران منتشر شد گفت اگر در تهران در آبان چند صد هزار نفر دیگه به خیابان اومده بودن ما سقوط کرده بودیم. و اونجا بود، در اون لحظه بود که جمهوری اسلامی برگ آس خودش رو رو کرد. من این بحث، آریا جان اجازه بدید، واقعا بحث مهمیه که اینجا میخوام برای اولین بار به طور مشروع این رو بیان بکنم. و برگ آس جمهوری اسلامی چی بود؟ جمهوری اسلامی برای اولین بار دید که دوباره بعد از 40 و چند سال نظام پادشاهی در آستانه بازگشت به ایران هست. خواست میهن پرستانه، خواست پادشاهی خواهانه و خواست پهلوی دوستانه مردم ایران فوران کرده، تبدیل به یک قیام و خیزش ملی شده و این گفتمان پادشاهی خواهانه، این گفتمان پهلویستی در آستانه اسقاط و براندازی جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به دوران پادشاهی، آن هم پادشاهی پهلویه. و تنها کاری که جمهوری اسلامی میتونست انجام بده برای اینکه این خیزش ملی و میهنی، این خیزش پادشاهی خواهانه، این خیزش پهلویست رو منحرف بکنه، این بود که به نیروهای صادراتی خودش فرمان بده که با و تمام امکانات خودش در خارج از کشور، رسانه‌های گلوبالیستی، رسانه‌های بزرگ که توسط تمام صادراتی‌های اصلاح طلبان و صادراتی‌های جمهوری اسلامی، امنیتی‌های جمهوری اسلامی که در ایران فعال بودند، این رسانه‌ها توسط اونها اداره می‌شدند، نهادهایی که توسط نهادها و سینک تنک‌ها و سازمان‌هایی که در دولت‌های غربی بودند صابون این نور رو دو طرفه کرمی مالیدن، هم برای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، هم منافع دولت‌های بزرگ غربی و منطقه‌ای رو پیش می‌بردن. تمام اینها رو فعال کرد، در اختیار یکی دو نفر قرار داد که اینها صادراتی‌های امنیتی جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان بودن که بتونن با شعار جمهوری خواهی و تحول خواهی این قیام و خیزش مردمی، ملی، پادشاهی خانه خواهانه و پهلویستی رو منحرف بکنن. تمام امکانات جمهوری اسلامی در اختیار اینها قرار گرفت در خارج از کشور. خیلی ها میگن که فلان تلویزیون در لندن که این که تلویزیون براندازی، این که یک لحظه من یه مسئله بگم، دقیقاً معنی کل صحبت شما تا اینجا این هست که در مقابل حرکتی که دیدند کنترلش از دستشون خارجه، هم گلوبالیستا هم جمهوری اسلامی وحشت واقعی افتاد، پروژه آلترناتیو سازی استارت زده شد. بله، آلترناتیو سازی. و اون موقع بود که در واقع این آلترناتیو رو سپردن به شروع شد، جایزه دادن هی برنامه های ویژه در رادیو فردا و ایران اینترنشنال و بی بی سی و بقیه رسانه ها صدای آمریکا به ویژه برنامه تبلت دادن توسط این نفوذی های خودشون به افرادی که علم مخالفت با جمهوری اسلامی رو برداشته بودن. و برای این آلترناتیو سازی باید در نزد مردم موجه جلوه کنه، برای اینکه فردایی که میهن پرستان میان میگن که
این خانوم که خودش تا دیروز در خارج از کشور، حتی در خارج از کشور با لچک میگشت، حالا چطور شده که شده مدافع حقوق زنان ایران و خودش رو از ابتدای انقلاب عکس خودش رو فتوشاپ میکنه روی تظاهرات زنان مخالف حجاب اجباری در سال 57؟ یا این آقا که تا دیروز در تمام انتخابات جمهوری اسلامی، حتی اون انتخاباتی که خامنه‌ای تعظیمشون میکرد، شرکت کرده بود، چی شد که یکو اینها سر برآوردن و اسم رمز همه اینها هم بود جمهوری؟ طبیعتاً این پروژه آلترناتیو سازی، این پروژه امنیتی باید مشروع و مقبول جلوه کنه، یعنی رسانه هایی که درش هستن، افرادی که فرزندداری این پروژه هستن، باید برانداز نشون داده بشن، باید نشون داده بشن که آه اینها هستن که بار براندازی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو پیش میبرن. و جریان پادشاهی خواه که از آبان 95، دی 96، آبان سرخ 97 فضای گفتمانی مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی رو به طور کامل تغییر داده بود و در اختیار خودش گرفته بود، با کمک این افراد، با کمک این صادراتی ها و با کمک این رسانه هایی که اگرچه اخبار به ظاهر براندازانه رو پوشش میدادن، منتها با انتشار اخبار سردرگم کننده از زیر آلترناتیو سازی کار اونا بود، اصلا از گفتگو در آوردن گروه هایی مثل جوانان محلات تهران که تمام این خیزش رو، اینها یکی از عوامل اصلی منحرف کردنش بودن، خیزشی که هر روز مردم در خیابان ها فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر می دادن، و اینها اومدن به خیزش هفته به هفته، دو هفته به دو هفته تبدیل کرد. و کجا رفتن این جوانان محلات تهران که تلویزیون ایران اینترنشنال اونها رو پروموت میکرد؟ کجا هستن در این یک ماه اخیر، در این دو ماه اخیر؟ این کارهای که از اتاق فکر امنیتی جمهوری اسلامی، هم از اصلاح طلبان، هم از چه باند فریب جمهوری اسلامی، چه باند وحشت جمهوری اسلامی خارج شد، تنها و تنها هدفش این بود که این قیام و خیزش ملی میهنی که از آبان 95 در ایران با هدف بازگشت پادشاهی، با هدف بازگشت پهلوی شکل گرفته بود و جمهوری اسلامی را در آستانه سقوط قرار داده بود، منحرف بکنه به یک قیام کمونیستی فمینیستی زن زندگی آزادی که شعار تروریست های کوههای قندیل هست، تبدیل بکنه و در آخر بگذاره در اختیار چهره هایی که صحبتشون شده، چهره هایی که هیچ از سیاست نمیدونن، سلبریتی هند، بازیگر هند، هنرپیش هند، ضد ملی و میهنی هستن، کاملا در برابر گفتمان ملی و میهنی آبان و دی قرار دارن، ولی توسط این رسانه های بزرگ، توسط این رسانه های گلوبالیستی و توسط همون نهادها و همون رسانه هایی که 57 رو بر سر مردم ایران آوار کردن، توسط همون ها برجسته شدن، انقلاب ملی و میهنی ایران رو به انحراف ببرن و در نهایت از درون نابود بکنن. اینجایی هستش که در اون رشته تویی من هشدار بدم که تمام میهن پرستان ایرانی، چون هایی که طرفدار پادشاهی هستن، چون هایی که جمهوری خواه هستن، اما ملیگره هستن، شهر تا اگر چپ ملی وجود داره، اگر چپ ملی وجود داره که طرفدار عدالت اجتماعیه، طرفدار حقوق کارگران هست، ولی مثل حزب توده نوکر برادر بزرگ نیست، مثل ماویست های ایرانی نیست، مثل پنجاه و هفتی ها نیست، حتی اونها باید الان مراقب باشن، به میهن پرستان بپیوندن و جلوی این پروژه امنیتی گلوبالیستی و دستپخت نهادهای اتاق‌های فکر امنیتی جمهوری اسلامی رو بگیرن.